سلام، چندین روزی که تو سراسر نت ما بچهای تک بلاگر داریم جار میزنیم آی پرچمدار جدید سامسونگ، آی پرچمدار جدید سامسونگ. امروز پنجشنبه 25 آبان مراسم گلکسی آمپکت سامسونگ برگزار شد و سامسونگ اولین پرچمدارهاشو برای سال 2021 معرفی کرد. اینی که نوت معرفه میشه یا نه یا برای همیشه داستانشون تموم شده هنوز مشخص نیست. این ویدیوی من از برداشت اولیه این سه تا محصوله. برداشت اولیه یعنی چی؟ یعنی اینی که اگه میخوای ببینی چی معرفی شده در چند دقیقه این ویدیو مختص توه. اما قبل از اینکه شروع کنیم حتما ویدیو رو لایک کنی. بله من اهورا نیازی هستم. سامسونگ با شعار Everyday Epic یعنی هر روز حماسی یا هر روزت حماسی یا هر روز حماسیه سه تا پرچمدار معرفی کرده. گرون، گرونتر، خیلی گرونتر. نسخه S21 799 دلار، نسخه S21 پلاس 999 دلار و 1299 دلار برای سامسونگ گلکسی S21 اولترا XYZ. شوخی کردم. با طراحی شروع کنیم. پنل پشتی تقریبا شبیه گوشی‌های نسل قبله، اما اسمش کنترل کاتینگه و انگاری برآمدگی دوربین‌ها بخشی از فریم میانیه و از زیر پنل پشتی بیرون زدگی داره. بیشتر منو یاد چهره آرنولد تو فیلم ترمیناتور میندازه. نظر شما در مورد این طراحی چیه؟ چرا که هر ساله میبینید سامسونگ داره ظاهر گوشی‌هاشو عوض می‌کنه. S8, S9, S10, S20, S21. به نظرتون کدوم باحال‌تره؟ برام تو قسمت کامنت‌ها حتما بنویسید. تو انتخاب رنگ امسال هم دستتون خیلی بازه. یه رنگ جدید اضافه شده به نام فانتوم وایلت. در نسخه S21 4 رنگ دارید. بنفش، صورتی، سفید و خاکستری. نسخه S21 پلاس بنفش، سیاه و نقره‌ای. اما نسخه اولترا هم دو رنگ داره، نقره‌ای و سیاه. اما نکته مهم اینه که ظاهر همه اونا مات و به نظرم پایانی برای دوره پنل پشتی های براقه. خوبیش اینه که هم قشنگ و بروزه، همینی که اثر انگشت کمتر به خودش جذب میکنه. از طراحی که بگذری میرسیم به نمایشگر، جایی که سامسونگ تاریخچه بسیار خوبی داره و همچنان این سنت رو تو گلکسی S21 هم ادامه داده. نمایشگر هر سه پنل داینامیک امولد 2X دارن با قابلیت بروزرسانی 120 هرتزی برای تجربه روانتر نمایشگر. S21 ابعاد نمایشگر 6.2 اینچی داره، خوش‌دست، رزولوشنش فول اچ دی. S21 پلاس نمایشگر 6.7 اینچی داره، باز هم رزولوشنش فول اچ دی. اما S21 اولترا نمایشگر 6.8 اینچی داره، رزولوشن WQHD پلاس و در عین حال که 120 هرتزی رزولوشنش همچنان 2K هم هست. نسخه اولترا نسبت به گلکسی S20 25% نمایشگری روشن‌تر، 50% نرخ کنتراست بیشتر و 100% تصویری پررنگ‌تر از قبل داره. البته این اعداد تبلیغات خود سامسونگه. اما تکنولوژی های جدید به کار رفته تو نمایشگرها چیه؟ اولیش های کمفورت که به زبان ساده دمای رنگی نمایشگر بر اساس ساعت روز تغییر میکنه تا اینطوری کمترین خستگی و خشکی چشم رو براتون به همراه داشته باشه. از نظر گلس هم همگی در پنل جلو و پشتی مجهز به گوریلا گلس ویکتوس هستن، همون گلس مقاومه که تو گلکسی نوت 20 اولترا به کار رفته بود. خب بریم سراغ دوربین ها. تا اونجایی که من متوجه شدم سخت افزار دوربین گلکسی S21 و S21 پلاس عیناً همونیه که توی گلکسی S20 ها دیدید. حالا یک کمی تغییر کرده که تو بررسی کامل بهش میپردازم. دوربین سلفی نسخه S21 و S21 پلاس 10 مگاپیکسلیه و نسخه اولترا 40 مگاپیکسل. همچنین نسخه اولترا دوربین اصلیش 108 مگاپیکسلیه با سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز که کمکتون میکنه راحت تر فوکوس کشی کنید. دوتا دوربین تله داره، یکی بزرگنمایی 3 برابری، یکی 10 برابری که زمان زوم هیبریدی هم با هم کمک میکنن واضح ترین تصویر رو حتی تا بزرگنمایی 100 برابری داشته باشیم. فوکوس خودکار لیزری داره. اینطوری بگم بیشتر شبیه یه آدم تا گردن مسلح به اسلحه است، اما به جای اسلحه دوربین داره. توانایی عکاسی 12 بیتی HDR داره، توانایی تصویربرداری 4K 60 فریم بر ثانیه برای تمام لنزها و این فوق‌العاده است. عملکرد عکاسیش در شب هم بهبود پیدا کرده. اینطوری که سنسور 108 مگاپیکسلی همچنان با ترکیب 9 پیکسل و 1 پیکسل عکس رو روشن‌تر می‌کنه، اما تکنولوژیش پیشرفته‌تر شده و حالا نامش نونا بینینگ.
قابلیت 8K اسنپ. شما میتونید با این گوشی ها فیلم برداری در رزولوشن 8K انجام بدید و بعدش از تصویری که گرفتید عکس 33 مگاپیکسلی خروجی بگیرید که ندید بهتون میگم خیلی کارآمد نیست، چرا که همین قضیه هم تو S20 ها بود، اون موقع هم کارآمد نبود. Unlimited Super Steady Video قابلیت جدید بعدیه که تو گلکسی S21 ها به کار رفته. یه لرزشگیری مضاعف بر لرزشگیری اپتیکالیه که گوشیتون داره برای لحظه های خیلی اکشن که خیلی عملکرد خوبی داره، اما افت کیفیتش شدیده. اون چیزی که در S20 و Note 20 ها دیدیم افت کیفیتش زیاد بود. از رزولوشن 4K هم تصویر رو به 1080 کاهش میداد، اما مثل اینکه الان 1080 60 فریم بر ثانیه میگیره، ولی خیلی دوست دارم تستش کنم ببینم عملکردش و کیفیتش چقدر بهبود پیدا کرده. قابلیت بعدی دایرکتور ویو هست که یه پیش نمایش از لنزها بهتون میده و شما میتونید بهترین لنز رو برای اون لحظه انتخاب کنید بدون اینکه انتخابی اشتباه داشته باشید. یه قابلیت دیگه هم داره، همزمان میتونید تصویر سلفی و دوربین پشتی رو با هم رکورد کنید که دوست دارم اطلاعات بیشترش رو تو بررسی کامل بهتون بدم. میگم تا اینجای ویدیو که اومدیم خوشحال میشم کانال سابسکرایب کنید یا نه تو اینستاگرام فالو بکنید، چون که نه فقط بررسی گوشی بلکه ترفندهای استفاده از گوشی موبایل، کلی اخبار علمی و فناوری به علاوه ویژه برنامه خبر امروز رو از دست میدیم. کانال سابسکرایب کنید. بریم ادامه ویدیو. از زمانی که سال گذشته چیپست‌های پرچم‌دار اومدن، قابلیت فیلمبرداری با تنظیمات دستی هم به گوشی‌های پرچم‌دار اضافه شد. اما سامسونگ از همون موقع یه پا فراتر رفت و امکان شخصی‌سازی میکروفون‌هایی که دارن ضبط صدا انجام میدن رو بهتون میده. سینگل تیک هم به روز رسانی شده. همون قابلیتی که وقتی یه اتفاق مهم داره جلوتون پیش میاد و نمیدونید با چه لنزی و چه حالتی تصویربرداری کنید، عکس بگیرین، فیلم بگیرید با کدوم لنز، کدوم افکت. خلاصه که میاد همه این کارا رو خودش براتون میکنه و در نهایت بهتون فایل ها رو تحویل میده، ادیت شده، آماده که انتشار. امکان خیلی باحالیه. این قابلیت رو توی S20 ها هم داشتیم، اما حالا حالت تصویربرداری جدیدی بهش اضافه شده، مثل اسلو موشن. تصاویر پورتر هم بهبود پیدا کردن، اینطوری که عمق میدانی طبیعی تری بهتون میده، نورپردازی چهره ها بهتر شده و حتی قابلیت تعویض پشت زمینه بهتون میده. بعد از ثبت عکس، خب یه مسیری که کمپانی ها از چندین سال پیش گرفتند توسعه و تبلیغ اکوسیستمشونه که من بهشون میگم سرزمین خودشون. فرقی نمیکنه سامسونگ، هواوی، اپل یا گوگل، همشون تلاش دارن اکوسیستم خودشون رو تبلیغ بکنن و شما اون سمتی برید. یعنی چی؟ یعنی اینی که یه خونه داری با تمامی گجت های همراه از اون برند و تو در واقع در سرزمین اونها زندگی میکنی. البته تمامی این گجت ها به شدت با هم سینکن و یک خونه هوشمند به تو میدن، ولی به هر حال تو تحت برنامه ریزی اون کمپانی قرار داری. اگه براتون بیش جالب بیشتر راجبش بدونید حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید، شاید یه ویدیوی اختصاصی براش درست کردم، با هم بپردازیم ببینیم که چه مزایایی داره استفاده از این اکوسیستم ها و چه معایبی. یه قابلیت جدید و جالبی که سامسونگ اخیراً به محصولاتش اضافه کرده بود اسمارت ثینگز فایند نام داره. توضیح کاملش رو توی ویدیوی بررسی بهتون میگم، اما به زبون ساده کاری میکنه به صورت آفلاین گجت های سامسونگتون رو پیدا کنید. تصور کنید که یکی از گوشی های گلکسی بادزتون تو خیابون میفته. اینطوری به راحتی میتونید تو نقشه موقعیتش رو پیدا کنید. حتی میتونید اون رو به صدا در بیارید اگر تو خونه یا ماشینتون گمش کردید. گلکسی اسمارت تگ هم برای پیدا کردن همین چیزاست. یه تگه که میتونید رو همه چی بچسبونیدش. حالا اون میتونه قلاده حیوان خونگیتون باشه، کوله پشتیتون باشه، دوچرخه‌تون باشه و یا حتی میتونید به خودتون بزنید گم نشین یه وقت. از نظر پردازنده هم سری S21 به چیپست اگزینوس 2123 و اسنپ دراگون 888 مجهز شده. سامسونگ میگه که عملکرد بهتری داشتن، ولی راستش بخوای تو دنیای واقعی اصلا این چیزا به چشم نمیاد. خیلی دوست دارم بدونم چقدر با هم عملکردشون تفاوت داره، چون در نسل قبلی چه در سیستم پخش حرارت، عملکرد و مصرف باتری به شدت با هم تفاوت داشتن. اما بریم سراغ باتری ها. باتری گلکسی S21 4000، باتری S21 پلاس 4500 و نسخه اولترا 5000 میلی آمپر ساعتیه. اما شارژر؟ خب حذف شده. سامسونگ یه عادت بدی داره که اپل به خاطر سیاست های مالیش مسخره میکنه. مثلا زمانی که آیفون 7 جک هدفونش حذف شد سامسونگ کلی مسخرش کرد، اما جلوتر دید کلی پول توشه، خودش هم همین کار انجام داد.
حتی زمانی که آیفون 12 ها شارژرش حذف شد، سامسونگ یه عکس گذاشت و مسخرهش کرد و بعداً اون رو از سوشال مدیاش حذف کرد. خب داری تو دنیای سرمایه داری بیزینس میکنی، همه به دنبال پول بیشترن، این کار رو رسمی انجام بده و دست از این رفتارها بردار. بگذاریم، اما چه قضیه پیش اومد برای اسپن؟ خب شما تو نسخه اولترا میتونید از قلم استفاده کنید، اما همراه دستگاه قلمی عرضه نمیشه. دو مدل قلم داره، اسپن و اسپن پرو، که اسپن پرو تمامی ایر اکشن ها و خدمات بلوتوثیه یه اسپنی که تو نوت 20 ها تجربه کرده بودید رو داره. به قیمتش اشاره نشد، نگهداریش هم توسط یک قاب مخصوص انجام میشه. چند وقت پیش سامسونگ یک تکنولوژی رو معرفی کرد به نام UWB یا اولترا واید بند. کارش چیه؟ یه تکنولوژی اتصاله مثل وای فای یا بلوتوث. ساده ترین عمل کردش ارتباط راحت تر و قوی تر بین دوتا گوشیه که این قابلیت رو دارن. فرق نمی کنه، گوگل پیکسل هم داره، آیفون هم داره. چند وقت پیش سامسونگ یه تکنولوژی رو معرفی کرد به نام اولترا واید بند یا UWB. کارش چی بود؟ یه تکنولوژی اتصال مثل وای فای یا بلوتوث. ساده ترین کاری که انجام میده ارتباط راحت تر بین گوشی هایی که این قابلیت رو دارن برای اتصالی سریع تر و قوی تر. حالا فرق نمی کنه، گوگل پیکسل هم اینو داره، آیفون هم این قابلیت رو داره. اما حالا اگر خودروتون سیستم انترتینمنت اندروید آوتو رو پشتیبانی بکنه، گوشی گلکسی S21 پلاس و اولتراتون میتونه نقش سویچ ماشین هم بازی کنه. تو جیبتونه، نزدیک ماشین میشین، در ماشین باز میشه. حالا قابلیت وای فای 6E داره، یعنی وای فای 6E، مودم وای فای 6E داخلش به کار رفته که به زبان ساده نسبت به 6 کمی قوی تره. چقدر؟ بازی فورتنایت که 6 گیگابایت حجمشه رو در وای فای 6 شما در 31 ثانیه دانلود میکنید، در این گوشی تنها در 8 ثانیه. همه چی برای افزایش سرعت در زندگیه. البته این آمار ارقامی بود که سامسونگ میده. خب تموم شد. این شما و این برداشت اولیه از پرچمدارهای جدید سامسونگ. امیدوارم تا انتهای ویدیو رو تماشا کرده باشید و به دلتون چسبیده باشه. اگر اینطوری هنوز دارید ویدیو رو نگاه میکنید، خیلی دمتون گرمه. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، برام نظراتتون رو کامنت بکنید و حتما ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. اگرم کانال یوتیوبم رو سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید و یا اینستاگرامم رو فالو کنید. ارادتمند شما اهورنیزی.